بینندگان گرامی، ارتباطمون با دکتر عماد رایانپور، کارشناس جغرافیای سیاسی ژئوپلیتیک از تهران برقرار شده است. جناب دکتر سلام، وقت شما بخیر. آقای دکتر صدای منو دارید؟ خدمت شما، در خدمت شما هستم. بله، صدای شما رو دارم. بله. هشدار سازمان ملل از تشدید مهاجرت به دلیل بلایای طبیعی تا چه حد جدی و نگران کننده است؟ بفرمایید. بسیار جدی است. ببینید، در 15 سال گذشته بیش از 21 میلیون نفر بر اثر بلایای طبیعی در دنیا جابجا شدند. برآوردها حاکی از این هست که حتی میتونه تا سال 2050 امکان ثبت جابجایی انسانی تا 1 میلیارد نفر هم برسه. لذا این بسیار مسئله جدی مخاطره‌آمیز هست و سازمان ملل نسبت به این موضوع هشدار داده و این هشدار هم بسیار جدی است. بله، نقش و مسئولیت جامعه جهانی و به ویژه سازمان ملل در جلوگیری یا کاهش این پدیده جهانی چیه؟ ببین، سالهای گذشته پس از جنگ جهانی که تمام شد، سازمان بین‌المللی مهاجرت تشکیل شد به در واقع علامت اختصاری IOM. نقشش چی بود؟ نقشش سازماندهی 11 میلیون آواره از جنگ بود که اینها رو سامان بدند. ولی الان شما نگاه کنید، بعد از سالها نه تنها این آوارگی و مهاجرت کاهش پیدا نکرده، بر اساس بلایای طبیعی بیشماری که الان مثل خشکسالی، مثل آتش سوزی جنگل‌ها، کاهش آب در جاهایی به علت بالا آمدن آب جزایر، آدم ها منجر به جابجایی شدن. لذا سازمان های جهانی مسئولیت خودشون رو بعد از سالها با قرار دادن در کنوانسیون های بین المللی متعدد تلاش میکنن از این جابجایی، از این آوارگی کاهش بدن و هشدارها هم بسیار جدی است و مخاطرات بلایای طبیعی در دنیا هم به شکل فزاینده‌ای توسعه یافته و واقعا ما من جمله ایران که در این گرداگرد کشورهای خوش‌سال هستیم، باید تصمیم عاقلانه و خردورز پیرامون این هشدارها حتما باید بگیریم. بله جناب دکتر، در صورت بی‌توجهی به هشدارها و عدم کارآمدی اقدامات سازمان ملل، چه پیامدهایی در سطح جهانی خواهد داشت؟ ببینید، اینجوری بگم که الان دنیا دهکده جهانی است. هر گونه مصوباتی، ببینید الان اجلاس جهانی توسعه پایدار ریو 20 اومده، منشوری تولید کرده، در واقع قطعنامه‌ای صادر کرده به شماره 23646 ممیز 46. چی میگه؟ میگه تمام کشورها برای اقدامات مخاطره آمیزی که دارن صورت میدن باید متحد باشن به اقدامات توسعه پایدار و همچنین ایجاد در واقع توسعه سبز. مفهومش چیه؟ میگه زمانی که ما شرایط انسان ساخت رو در تمام جغرافیا، در تمام کشورها داریم بی‌محابا صورت میدیم، داریم از امکانات سبز دنیا میکاهیم، داریم از در واقع امکانات طبیعی، منابع آبی، زیرزمینی داریم کاهش میدیم و این یک مخاطره جدی برای انسانها روی سرزمین هست و این قطعنامه تمام کشورها رو موظف کرده که به اقداماتی که میتونه بر اساس توسعه پایدار سبز و امنیت پایدار در دنیا حاکم بشه، هممون موظف کرده و این هشدار بسیار جدی است و ما هم در ایران موظف هستیم که این قطعنامه رو به رسمیت بشناسیم و اجلاس جهانی توسعه پایدار رو با دقت پی بگیریم. من فرصت کوتاهی میخوام. ما الان در کشورمون ایران، در استانهای فارس، سیستان و بلوچستان، خوزستان، دچار یک مخاطره شدید مهاجرت هستیم و فکر میکنم در سالهای آینده، شاید کمتر از 10 سال آینده،
بسیاری از مناطق ایران، خوزستان، فارس و سیستان و بلوچستان با انتقال جمعیت خالی از سکنه بشه. و یک نکته دیگه هم وجود داره، خالی از سکنه شدن یک مصیبت هست. مهاجرت بین المللی که همین امروز در سفارت قطر 3000 ایرانی در صف انتظار مهاجرت قرار گرفتن، زنگ خطر بسیار بزرگی رو برای جمهوری اسلامی ایران به صدا در آورد. بله، با تشکر از دکتر عماد رایانپور که از تهران با ما همراه بودند.